مارکوس لیسینیوس کراسوس، سردار بزرگ روم، از رود فرات در سوریه امروز که گذشت پا به قلمروی تازه‌ای گذاشت. تا آن روزگار امپراتور عظیم روم در هیچ جنگی شکست نخورده بود و خود را قدرتمندترین حاکم جهان می‌دانست. کراسوس می‌خواست فتح تازه‌ای برای روم و افتخاری ماندگار برای خودش رقم بزند. او آسیا را می‌خواست، جایی که جزء قلمروی ایران بود. 100 سال قبل از این داستان، مهرداد اول اشکانی قلمروی حکومت پارتیان را به سوی غرب گسترش داده و حالا تا رود فرات در اختیار ایرانیان بود. حالا که رومیان به فرمان کراسوس آبادی‌های ایران را غارت می‌کردند، اورود اشکانی بر تخت نشسته بود. کراسوس می‌دانست که با ایرانیان باید با احتیاط رفتار کند. برای همین پس از موفقیت‌هایی در فتح چند آبادی از بین النهرین دوباره به روم بازگشت تا تدبیر درستی برای جنگ بیاندیشد. 3 ماه بعدش او دوباره به سمت ایران می‌آید. این بار با 42,000 نظامی زبده و به قصد تصرف کامل غرب قلمروی ایران. کراسوس فرمانده‌ای بود کارآزموده که پیش از این بزرگترین قیام بردگان در روم را به رهبری اسپارتاکوس شکست داده و به آن افتخار می‌کرد. او پیش از حمله پنهانی با شاه ارمنستان آرتاوازد دوم پیمان بسته و آرتاوازد هم به او گفته بود بهتر است لشکر روم به ارمنستان بیاید و از آنجا به آذربایجان حمله کنند تا هم مستقیم وارد قلب شاهنشاهی اشکانی شوند و هم در کوهستان با سپاه اشکانی روبرو شوند، نه زمینی صاف که پارتی‌ها استاد مبارزه در آن هستند. کراسوس این نصیحت را نپذیرفت و پس از گذشتن از رود فرات برای دستیابی به تیسفون، شهر مهم اشکانیان، از راه ترکیه امروز به سمت عراق امروز آمد. او حتی پیشنهاد صلح شاهنشاه اشکانی را برای بازگشت به روم نپذیرفت و سپاه مجهز و پرشمارش را در قلمروی ایران به جلو راند. اورود می‌دانست که وارد نبرد سرنوشت ساز و مهم می شده. او از خیانت ارمنستان آگاه شده و همزمان پیشروی سپاه روم را می‌دید. پس سپاه ایران را به 2 بخش تقسیم کرد تا بخشی به ارمنستان رفته و بخش دیگر مقابل روم بایستد. خود شاه بخش نبرد با ارمنستان را رهبری کرد و برای جنگ با رومیان سورنا را به رهبری برگزید. ما سورنا را امروز با این تندیس می‌شناسیم. مجسمه‌ای مشهور به تندیس مرد شمی که بیش از 90 سال قبل در ایزه خوزستان یافت شده. اما حالا می‌دانیم که این تندیس از آن سرداری الیمایی است، حکومتی در جنوب غرب ایران که تحت فرمان اشکانیان بودند. انتساب اولیه این مجسمه به سورنا بیدلیل هم نبوده. پلوتارک مورخ یونانی سورنا را بلندقدترین و خوش‌چهره‌ترین مرد زمان خود دانسته. مرد خوش‌چهره و مصمم الیمایی هم با حدود 2 متر قد و پوشش سوارکاران اشکانی بر تن، تصویر سورنا را برای ما تداعی می کند. به گفته پلوتارک، نبرد میان سورنا و کراسوس اینجا رخ می دهد، نزدیک شهر کهن کاره که بعدها هران نام گرفت و حالا بقایای باستانی این شهر را می توان در جنوب ترکیه امروز دید. رومیان مستقیم وارد پهنه دشتی شده و از کوهستان فاصله گرفته بودند. آریامنس، شیخ عرب که کراسوس به دوستی او با روم ایمان داشت ولی پنهانی با اشکانیان پیمان بسته بود، این دام را برای سردار رومی پهن کرده و او را به این مسیر انداخته بود. وقتی کراسوس به اینجا به رودخانه بالیسوس که امروز سلگلندرسی نام دارد رسید، قوایش به استراحت نیاز داشت. اما آن سوی رودخانه سپاه کوچک، کم سلاح و 1000 نفری اشکانیان را دید و تصمیم گرفت قبل از استراحت کارشان را تمام کند. این همان چیزی بود که سورنا می‌خواست. سردار ایرانی کراسوس را با حیله دوست عربش تا این منطقه باز کشانده بود و حالا افراد کم سلاحی را نشانش می‌داد تا او را فریب دهد. کراسوس دستور حمله می‌دهد و سورنا با سپاه کوچکش آنها را تیرباران کرده و عقب نشینی می‌کند. سپاه روم در تعقیب آنها وارد دشتی می شود که 9000 کماندار اشکانی از هر سو آنها را تیرباران می کنند. جنگ برای کراسوس به یک کابوس بدل می شود. پارتی ها استاد جنگ و گریز بودند. سوارکاران ماهری که حتی حین عقب نشینی روی اسب دشمن را با تیر و کمان می زدند. شیوه جنگی آنها
که بعدها در جهان به شیوه پارتیزانی معروف شد، سپاه رومیان را متلاشی کرد. کراسوس پس از مرگ پسرش پوبلیوس شبانه همراه باقی مانده لشکرش فرار می کند، اما از این جنگ جان به در نمی برد. سربازان سورنا سر سردار رومی را هم مثل پسرش می برند و حدود 20,000 رومی را اسیر می کنند. به گفته پلوتارک مورخ، عاقبت این نبرد برای سورنا هم غمبار بود. نوشتند که چون نام سورنا پس از این نبرد آوازه جهان شده بود، پادشاه ایران به آن رشک برد و او را کشت. جنگ حران نخستین رویارویی جدی ایران و روم بود، رویارویی جدیدی میان شرق و غرب عالم آن روزگار، نبردی که پیشینه آن به جنگ‌های طاقت فرسای ایران و یونان در زمان هخامنشیان می‌رسید و بعدش تصرف ایران به دست اسکندر مقدونی. اشکانیان خود را ادامه دهنده هخامنشیان می دانستند و رومیان کسی چون اسکندر را الگوی خود می دیدند. کینه های قدیمی پس از چند صد سال از بین نرفته بود. جنگ حران میان اشکانیان و روم جرقه دوباره برای آغاز نبردی شد که این بار 700 سال به درازا کشید. قدرت های بزرگ شرق و غرب عالم آن روزگار در این نبرد به قدری فرسوده شدند که بعدها توسط نیروی تازه نفس یعنی مسلمانان عربستان به راحتی در هم شکستند.